خدمت شما شاگردان صنف نهم، برنامه آموزشی درس کیمیا را از مکتب هادی دریچه دانایی تماشا میکنید. به برنامه خودتان درس کیمیا خوش آمدید. امروز درس سوم از فصل چهارم کیمیای صنف نهم را در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواهیم این درس را با هم کار کنیم. نمبر ارتباطی برنامه 20964-780-255-40 13 است. از این طریق میتونید که سوالها و پیشنهادات یا کار خانگی خود را برای ما روان کنید و با ما در ارتباط باشید. با شروع درس امروز با ما همراه باشید. اهداف درسی که ما و شما امروز میخواهیم با هم کار کنیم. امروز تحمض یا اکسیدیشن را با هم یاد خواهیم گرفت و همچنان عملیه احتراق، عملیه انشقاق یا کرکینگ و ارجاع و پلیمرایزیشن را با هم یک جای کار میکنیم که هر کدام از این عملیه ها در تعاملات کیمیاوی به چه معناست؟ عملیه تحمض یا اکسیدیشن، اگر سه مرحله ای که شما شاگردان عزیز در تصویر مشاهده می کنید سه اتفاق رخ دهد، باعث می شود که در تعاملات کیمیاوی عملیه تحمض رخ دهد. از جمله آنها تعامل مواد با اکسیژن است. وقتی مواد کیمیاوی در تعاملات کیمیاوی اکسیژن را دریافت می کند و با اکسیژن وارد تعامل می شود، باعث می شود که تحمض یا اکسیدیشن رخ دهد. یا اگر هیدروژن از یک تعامل کیمیاوی از یک مرکب خارج شود و هیدروژن خود را از دست بدهد، باعث می شود که عملیه تحمض انجام شود. یا همچنان الکترون خود را اگر یک مرکب کیمیاوی در تعاملات کیمیاوی از دست بدهد، باعث می شود که عملیه تحمض یا اکسیدیشن انجام شود. برای هر کدام از اینها مثال‌های را با هم کار می‌کنیم. اولین تعامل، تعامل مواد با اکسیژن هوا می‌باشد. تصویری که در شکل شما مشاهده می‌کنید، شاگردها بر روی تخته‌سیاه نوشته می‌کنم، می‌کشیم تصاویر را و تشریح می‌کنیم که چه قسمی عملیه تحمض صورت می‌گیرد. در عملیه تحمض یا اکسیدیشن گفتیم در صورتی که مواد کیمیاوی با اکسیژن تعامل کنند، در این صورت عملیه تحمض رخ می‌دهد. مثال آن فرض کنید که دو اتم داشته باشید، به این صورت که تعامل میکند با یک اتم اکسیژن.
و مولکول رو تشکیل میدهد به این صورت که یک اتم اکسیژن دارد و دو اتم هیدروژن. خب در اینجا مشاهده میکنید که دو اتم، فرض کنید اتم های ما اتم هایی باشد هیدروژن با اتم اکسیژن وارد تعامل می شود، اکسیژن رو دریافت می کند و یک مرکب جدید رو تشکیل می دهد که تشکیل شده است از یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن. در اینجا ما می گیم که تحمض رخ داده است. چرا؟ چون مرکب مورد نظر ما اکسیژن رو دریافت کرده است و با اکسیژن وارد تعامل شده است. مرحله دوم که باعث می شود عملیه تحمض یا اکسیدیشن رخ دهد، خروج هیدروژن است از یک مرکب کیمیاوی. خب مثال آن فرض کنید یک اتم داشته باشید که با سه تا اتم هیدروژن اتصال یافته باشد. اگر در یک تعامل کیمیاوی مرکبی که فرض کنید این اتمی که دایره‌ای که در وسط قرار گرفته است اتم کربن باشد که با سه اتم هیدروژن اتصال یافته است، اگر مرکبی به این صورت باشد در تعاملات کیمیاوی باعث شود که دو اتم هیدروژن آن قسمی از تعامل خارج شود. و باقی مانده مول و اتم کربن با یک تا اتم هیدروژن باقی بماند. قسمی تعاملات را که هیدروژن از تعامل خارج شده است به این قسمی تعاملات تعاملات تحمض یا اکسیدیشن گفته می شود که یک مرکب مورد نظر هیدروژن خود را از دست داده و هیدروژن از تعامل خارج شده است. مرحله سوم که ما گفته می شود که عملیه تحمض یا اکسیدیشن رخ داده است باختن الکترون است. اگر یک مرکب کیمیاوی باعث شود که در تعاملات کیمیاوی الکترون را از دست بدهد و چارج مثبت پیدا کند باعث می شود که عملیه تحمض رخ دهد. مثال آن فرض کنید دو اتم داشته باشید به این صورت یک اتم داشته باشید به نام A، یک اتم دیگر داشته باشید به نام B. در تعاملات کیمیاوی اگر باعث شود که دایره زرد رنگ با A نمایش داده شده است الکترون خود را از دست بدهد. وقتی الکترون از دست میدهد شاگردان شما یاد گرفتید و یاد دارید که اگر یک اتم الکترون خود را از دست بدهد دارای چارجی مثبت می شود. خب اتم B هم که باقی می ماند. خب در اینجا دقت کنید که اتم A وقتی که الکترون خود را از دست می دهد تبدیل می شود به چی؟ به یک اتمی با چارج مثبت. بسته به این که چی تعداد الکترون را از دست می دهد به همون مقدار هم چارج مثبت آن بلندتر و بلندتر می شود. پس در معادله سوم هم چون مرکب مورد نظر که A باشد الکترون خود را از دست داده است یا به اصطلاح
باعث باختن الکترون شده است، بنابراین گفته می شود که اتم A تحمض شده است یا عملیه اکسیدیشن را انجام داده است. پس از طریق سه معادله ای که برای تان مثال زده شد تعامل مواد با اکسیژن، خروج هیدروژن و باختن الکترون، هر کدام از اینها رخ دهد باعث می شود که تحمض انجام شود یا عملیه اکسیدیشن رخ دهد. خب تا به اینجا شما شاگردان عزیز با عملیه تحمض یا اکسیدیشن آشنا شدید. در ادامه با عملیه احتراق با هم کار میکنیم و آشنا میشویم. و اما عملیه احتراق، شما در درس های قبل هم با عملیه احتراق آشنا شدین شاگرد ها. امروز میخواهیم یادآوری کنیم. در عملیه احتراق یا سوختن باعث میشود که مرکبات کیمیاوی وقتی که با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود، حرارت و گرمای بسیار زیادی را و همچنان نور یا روشنی را تولید می کنند که از جمله دو ویژگی های بسیار مهم عملیه احتراق می باشد. مثال آن را در تصویر شما مشاهده می کنید که یک مرکب کیمیاوی که یک الکان از CH4 وقتی با اکسیژن های هوا وارد تعامل می شود، باعث می شود که کربن دای اکساید و مولکول های آب را تولید کند و مقدار بسیار زیادی را حرارت و گرما تولید کند. مثالی از نمونه از عملیه احتراق را بر روی تخته سیاه با هم نوشته می کنیم و کار می کنیم. خب در عملیه احتراق مواد کیمیاوی با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود. مثال آن سوختن CH4 که یک الکان است با یک اتم کربن که نام آن میتان است. وقتی میتان با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود، کلیه الکان ها یا مرکبات عضوی وقتی با اکسیژن هوا وارد تعامل می شود، گاز کربن دای اکساید و مولکول های آب را تولید می کند. همچنان در عملیه احتراق مقدار بسیار زیادی گرما و حرارت آزاد می شود. خب معادله را اگر توزیع کنید، یک اتم کربن در یک قسمت قرار داره و یک اتم کربن هم در قسمت راست. تعداد اتم های هیدروژن در سمت چپ 4 تا، در سمت راست 2 تا. پس یک ضرب 2 باید قرار بدیم. 2 ضرب 2 می شود 4 تا. تعداد اتم های اکسیژن را در دو سمت معادله دقت کنید، 2 تا است با 2 تا می شود 4 تا. پس یک ضرب 2 هم در اینجا باید قرار بدیم که 2 ضرب 2 می شود 4 تا. و اما عملیه بعدی که عملیه ارجاع می باشد چه قسمی انجام می شود؟ عملیه ارجاع درست برعکس عملیه تحمض یا اکسیدیشن می باشد که شما با عملیه تحمض در ابتدای درس آشنا شدید. در عملیه ارجاع شاگردان عزیز دو حالت رخ می دهد. یک حالت گرفتن اکسیژن از یک مرکب است. اگر یک مرکب کیمیاوی باعث شود که در تعاملات کیمیاوی اکسیژن خود را از دست بدهد، باعث می شود که ارجاع شود. یا اگر هیدروژن بالای یک مرکب کیمیاوی نصب شود، باعث می شود که باز هم عملیه ارجاع رخ دهد. پس نصب هیدروژن بالای یک مرکب عضوی و از دست دادن اتم اکسیژن باعث می شود که عملیه ارجاع رخ دهد. مثالی از عملیه ارجاع را بر روی تخته سیاه با هم کار می کنیم. خب در عملیه ارجاع ما گفتیم که یا اکسیژن را از دست می‌دهد یا که هیدروژن بر روی مرکب کیمیاوی نصب می‌شود. مثالی از عملیه ارجاع تعاملات هیدروژنیشن هست، تعاملاتی که
هیدروژن بر روی مرکبات کیمیاوی علاوه می شود. خب دقت کنید در این معادله کیمیاوی رابطه ما بین دو اتم کربن یک رابطه دوگانه است. وقتی با اتم های هیدروژن تعامل می کند باعث می شود یک تا از رابطه های دوگانه حذف شود و به جای آن بر روی دو اتم کربن دو اتم هیدروژن به ترتیب قرار بگیرد و باعث می شود که تبدیل شوند به یک الکان. پس مرکب می شود قسمی CH3 رابطه CH2 رابطه CH2. چرا CH2؟ چون یک اتم هیدروژن بر روی اتم کربن علاوه شد. خب یک دو رابطه هم که باقی مانده است دوباره CH3. چرا CH3؟ چون یک تا اتم هیدروژن بر روی اتم کربن علاوه شد و شد CH3 و مرکب جدید به دست آمد. پس در این قسمت عملیه ارجاع با نصب هیدروژن بر روی دو اتم کربن با وجود آمد و تشکیل شد. خب تا به اینجا با عملیه ارجاع آشنا شدید. می‌خواهیم که عملیه انشقاق یا کرکینگ که از جمله عملیه‌های بسیار مهم در تعاملات کیمیاوی میباشد را با هم کار کنیم. در عملیه انشقاق یا نام دیگرش کرکینگ اتفاقی که رخ می‌دهد شاگردها باعث می‌شود باعث پارچه شدن مولکول‌های بزرگ به مولکول‌های کوچک می‌شود. با مثال و تصویر زیر دقت کنید. یک مولکولی داریم با زنجیره بسیار طولانی که در حضور حرارت و کاتالیست باعث می شود که پارچه شود به مولکول های کوچکتر به این صورت. که عملیه نامش عملیه انشقاق یا کرکینگ یا پارچه شدن می باشد. از عملیه انشقاق یا کرکینگ در تصفیه نفت ها در لابراتوارها استفاده می شود که باعث می شود مولکول های بزرگ الکان ها به مولکول های کوچک پترول تبدیل شود که بسیار کاربرد آن مهم است. نمونه و مثالی از عملیه انشقاق در تعاملات کیمیاوی را با هم مثال می‌زنیم بر روی تخته سیاه نوشته می‌کنیم. خب در عملیه انشقاق یا نام دیگرش کرکینگ مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تبدیل می شود. مثال آن مولکولی یا الکانی با 16 اتم کربن را فرض کنید که دارای 34 اتم هیدروژن می باشد. در لابراتوارها تحت فشار بسیار بلندی 700 درجه سانتیگراد و در حضور کاتالیست ها باعث می شود تبدیل شود به دو تا مولکول کوچک با 8 اتم کربن C8H18 و C8H16. به این عملیه عملیه انشقاق گفته می شود. چرا؟ چون یک مولکول بسیار بزرگی با 16 اتم کربن باعث شده است که به دو مولکول کوچک تبدیل شود که هر کدام دارای 8 تا اتم کربن است. و اما عملیه پلیمرایزیشن به چه معناست؟ که عملیه پلیمرایزیشن هم شاگردها یک عملیه های بسیار مهم است و پرکاربرد در تعاملات کیمیاوی. در عملیه پلیمرایزیشن یک جا شدن چندین مولکول در موجودیت حرارت، فشار و کاتالیست به وجود می آید. به مثال زیر دقت کنید. در این قسمت شما مشاهده می کنید که چند تا مولکول کوچک با هم یک جای شده است در حضور حرارت، فشار و کاتالیست یک زنجیره بسیار طولانی را به این صورت تبدیل کرده است.
اگر شما یادتان باشد شاگردا، در تعاملات جمعی هم ما گفتیم که چند یک یا دو مولکول با هم یک جای می شود، یک مولکول جدید را تشکیل می دهد. فرق تعامل جمعی با پلیمرایزیشن به این معناست که در تعامل جمعی یک یا نهایت دو اتم با هم یک جای می شود و یک مولکول جدید را تشکیل می دهد. اما در عملیه پلیمرایزیشن، همانطور که در شکل مشاهده می کنید، تعداد بسیار زیادی از مولکول های کوچک که به اصطلاح به آن مونومر هم گفته می شود با هم یک جای می شود، رابطه تشکیل می دهد و یک زنجیره بسیار طولانی را تشکیل می دهد که به آن پلیمر گفته می شود. به همین خاطر به آن عملیه پلیمرایزیشن گفته می شود و فرق آن را با تعامل جمعی باید بلد باشید. نمونه و مثال هایی که از عملیه پلیمرایزیشن در تعاملات کیمیاوی در لابراتوارها استفاده می شود، ساخت پلی اتیلن هاست که در ساخت بوتل های پلاستیکی یا انواع پلاستیک ها استفاده می شود که فرمول آن را برای تخته سیاه با هم نوشته می کنیم. خب در عملیه پلیمرایزیشن که گفتیم چند مولکول ساده با هم یک جای میشه و زنجیره ای از مولکول های ساده که به هم اتصال یافته است را تشکیل میدهد. مثال آن مولکولی است با فرمول مولکولی CH2 دو رابطه CH2. اگر تعداد زیادی از مولکول های اتیلن، نام مرکب اتیلن بود، اگر یادتان باشد ما در ساختار الکین ها با اتیلن آشنا شدیم. اگر انتا یا تعداد بسیار زیادی از مولکول های اتیلن با هم یک جای شود و تعامل کند، باعث می شود که زنجیره ای از مولکول های زنجیره پلیمری از مولکول های اتیلن را تشکیل دهد که به آن پلی اتیلن گفته می شود. که از پلی اتیلن ها در صنعت پلاستیک سازی یا بوتل های پلاستیکی استفاده می شود. پس در عملیه پلیمرایزیشن مثال آن را باید شما یاد داشته باشید که یک مثال بسیار مهم است که در این عملیه باعث می شود که تعداد زیادی از مولکول های اتیلن با هم یک جای شود و زنجیره پلیمری اتیلن را تشکیل شود که نامش پلی اتیلن هست که در صنعت پلاستیک سازی و ساخت مواد پلاستیکی استفاده می شود. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تمام شد. امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. در خانه های خود خوب کار کنید. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشد.